حتما در طول دورهای مختلف درباره پسته رفسنجان چیزهای مختلفی رو شنیدید. البته پسته اکبری ربطی به اکبر هاشمی رفسنجانی نداره، اما بسیاری از پستکاران به خانواده رفسنجانی ارتباط دارند. افراد در کاشت پسته بدون در نظر گرفتن ذخیره آبی در سفره‌های آب زیرزمینی بلای جان دشت‌های مختلف در استان کرمان شد، از جمله در رفسنجان و سیرجان. الان به موقعیتی رسیدیم که برخی پستکاران از پستکاری بیش از حد خودشون و به اصطلاح ارزاوری بیش از حد پشیمانند، چون آبی باقی نمونده. خیلی از پستکاران مجبور شدن باغهای خودشون رو ترک کنند. کاش این همه آسیب و هزینه‌ای که برای کنترل و بهره‌مندی از منابع آبی ایجاد می‌شود، ارزش افزوده‌ای داشت. اما چنین نیست. محصولات این آب ارزشمند اغلب تأمین کننده هزینه تولید آن هم نیست و فقط با تلسم یارانه‌های نفتی است که این معادله سودآور به نظر می‌رسد. مهدی آگاه باغداری است که به خوبی افسون سیاه این طلسم را دریافته است. او یکی از زمینداران و صادرکنندگان بزرگ پسته در کشور است. کسی که در سالهای گذشته صدها هزار دلار ارز از محل صادرات پسته وارد کشور کرده. کاری که بسیاری آن را یک خدمت بزرگ به حساب می آورند. خود او اما نظر دیگری دارد. خیلی من ایراد میگیرن که تو رفتی الان حرفا رو زدی پایه کشاورزی رو داری در مملکت ضعیف میکنی. من میگم خب این خیانت بوده. اگر کسی داره در پتروشیمی در فولاد خیانت بزرگتر از این میکنه، این رفع خیانت از من نمیکنه. خیانت به معنی از بین بردن ذخایری است که در این کشور لازم هست برای بقاش. ما به بقای خودمون یک نسل فکر کنیم و به بقای ایران فکر نکنیم، این فرق خدمت و خیانته. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد میزان سود اقتصادی که ما از کشت پسته در کرمان و رفسنجان به دست آوردیم 3 میلیارد دلار بوده. و ارزش آبی که صرف تولید این پسته شده 8 میلیارد دلار بوده.